بل میخوایم بریم جایی که باورتون نمیشه که انقدر ریدیشن داره و میلیون ها نفر هم دورش زندگی میکنن. دریای مدیترانه. اصلا دریای مدیترانه چرا آلوده شده؟ بیشتر از 30 ساله که کشتی های حامل زباله های اتمی تو این دریا بی خودی غرق میشن. همه اظهار بی اطلاعی میکنن ولی میگن مافیای ایتالیا پشت این برنامه است. شاید باورتون نشه در 30 سال گذشته 30 تا کشتی حامل زباله های اتمی یا تو این دریا غرق شدن یا اصلا ناپدید شدن نیستن. میگن اگر دریای مدیترانه به اقیانوس وصل نبود تبدیل به یک دریای مرده میشد، چون 3 تا قاره اطراف این دریا قرار دارن، یکی از یکی هم بی ملاحظه تر. اما بیشترین خرابکاری رو تو این دریا یک کشور اروپایی باعث شده، ایتالیا. اما میگن مافیای ایتالیا پشت این کاره، چون توش پوله. مافیای ایتالیا فقط به مدیترانه صدمه نمیزنه. اونها برای اینکه زباله هاشون رو خالی کنن از سوئز رد میشن و میان وارد اقیانوس هند میشن. یکی از بهترین جاهایی که راحت بارشون رو خالی میکنن تو آبهای سومالیه. وحشتناکه، ولی در سونامی 2004 آب بشکه های زباله های اتمی رو به سواحل سومالی آورد. اومدن بررسی کردن، دیدن بشکه هایی که اومده تو سواحل سومالی از سال 91 ته آب بوده و بر اثر سونامی رو شده و اومده ساحل. حیف آبهای زمین. مکان بعدی که بالاترین آلودگی رو بعد از مدیترانه داره هنفورد سایت واشنگتونه. اینجا جاییه که اولین بمب اتم ساخته شده اما دومین انفجار اتمی رو ایجاد کرده، چون اولین بمبی که ساخته شد در ناکازاکی منفجر شد. در این مکان بیشترین پلوتونیوم آمریکا تولید شده، جایی که برای 60,000 سلاح اتمی آمریکا پلوتونیوم تولید کرده. و باید توجه داشته باشین که چقدر زباله اتمی اینجا تولید شده. ولی جای شکرش باقیه، چون آمریکایی‌ها این زباله ها رو نریختن تو دریا، بلکه دوروبر همین هنفورد سایت داخل انبارهای خیلی ایزوله نگهداری میشه. خیلی‌ها معتقدن هنفورد سایت خطرناک‌ترین جای آمریکاست، چون 56 میلیون گالون زباله اتمی در انبارهای زیرزمینی اون نگهداری میشه. واشنگتن ایالتیه که پر از جنگله و کلی جنگل داره که ازش چوب برداشت میشه. اما هنفورد سایت یه تیکه واشنگتنه که کویره و هیچ خونه و زندگی هم اطرافش نیست. مکان آلوده بعدی مایاک روسیه. آلودگی مایاک بر اثر سهل‌انگاری انسان‌ها به وجود اومده. اونها تمام زباله‌های اتمی رو ریختن توی یه تانک و هیچ نگهداری هم از تانک نکردن. بلش کردن تا اینکه در سال 1957 منفجر شد. این انفجار باعث شد پرتوهای رادیواکتیو 400,000 نفر رو ناکار بکنه. بیشترشون رو بکشه، بقیه رو به مرگ تدریجی بکشه، چون بیماری‌های لاعلاج گرفتن. مکان بعدی سلافیلد انگلیس. اینجا هم مکان تأسیسات اتمی انگلیس بود. جایی بود که اولین بمب اتم انگلیس هم ساخته شد. انگلیس ها هم دست کمی از روس ها نداشتن، بلکه بدتر از اونا. هم زباله هاشون رو تو دریای ایرلند می ریختن. این دریا یکی از آلوده ترین دریاهای دنیاست. همین که سهل‌انگاریشون باعث شد در سال 1957 این پلنت هم منفجر بشه و برای 3 روز بسوزه و حسابی همه جا رو آلوده کنه. اما این مرکز هنوز یک بمب عمل نکرده داره. 140 تن پلوتونیوم به درد نخور تو انبارهای اونجا نگهداری میشه که هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. اگر بخوان مثل قدیم بریزن تو دریا کل دنیا صداش در میاد. برای همین فعلا اونجا نگهش داشتن. توجه دارین که هرچی میریم جلوتر به مکانهای آلوده تر میرسیم. یه خرابکاری دیگه از روسا. در سیبری یک استخر کوچیک وجود داره که 1,000 لیتر زباله اتمی توش شناوره. هیچ روکشی هم نداره.
هر کسی از اون نزدیک رد بشه سرطان میگیره. هیچ عکسی از اونجا وجود نداره چون هیچ خبرنگاری ریسک نمیکنه که بره اونجا گزارش تهیه کنه. جای بعدی هم یک دسته گل از طرف شورویه. مایلوسو قرقیزستان. اولین بمب‌های اتم شوروی در اینجا ساخته شده. 10,000 تن اورانیوم در این مکان غنی شده. زیر این مکان یه چیزی خوابیده که تن هر آدمی رو به لرزه در میاره. 2,000,000 متر مکعب زباله اتمی زیر این مکان انبار شده. من نمیدونم قرقیزستان خوب نگهداری میکنه یا نه، چون اگر منفجر بشه تمام منطقه رو آلوده میکنه. بازم دستگلی دیگر از شوروی. پلیگون قزاقستان. در این مکان بیشترین بمب اتم منفجر شده. تمام تست های اتمی شوروی در اینجا انجام شده. همه این کاراشون هم می اومدن تو کشورهای غیر از روس. تا موقعی که شوروی متلاشی شد هیچ کس نمیدونست، ولی بعداً مشخص شد که تشعشعاتی که تو این منطقه ایجاد شده 200,000 نفر رو یا کشته یا به بیماری هایی که به مرگ تدریجی مردن مبتلا کرده. در مکان بعدی که دومین رتبه در آلودگی جهان رو داره چرنوبیله، که اون موقع جزو اتحاد جماهیر شوروی بود. اگر ویدیوی فاجعه چرنوبیل رو در آنتن دیده باشید میدونید که اینجا چه اتفاقی افتاده. خلاصش اینه که یک طراحی بد در ریاکتور اتمی در سال 1986 منفجر میشه و فاجعه چرنوبیل رو رقم میزنه. میلیون ها نفر بر اثر این انفجار آلوده شدند و بیشتر از 100,000 نفر کشته شدند. شوروی در آن زمان میگفت اینجا 4,000 نفر کشته شده. میگن اگر بخوای آلودگی چرنوبیل با مرور زمان پاک بشه 20,000 سال طول میکشه. و اما رتبه اول آلوده ترین جای دنیا از لحاظ پرتوهای رادیواکتیو فوکوشیمای ژاپنه. واقعی که بر اثر یک حادثه طبیعی اتفاق افتاده. سونامی 2011 که جدیداً 10 سال ازش گذشت. یک زلزله شدید در بستر دریا باعث شد آب اقیانوس بلند بشه و حمله کنه به سواحل ژاپن. سونامی نیروگاه فوکوشیما رو در هم کوبید، باعث شد آلودگی هم وارد دریا بشه هم منفجر بشه و هوا رو آلوده کنه. این جدیدترین فاجعه اتمیه که میگن صدماتش یک کم بیشتر از چرنوبیله. قبل از این فاجعه 13,000 نفر تو فوکوشیما زندگی میکردن، اما بیشترشون مهاجرت کردن و فقط 3,000 نفر مونده که این 3,000 نفر هم همه 80 به بالان. دانشمندان نمیتونن متوجه بشن که فوکوشیما تا چند سال دیگه میتونه عادی بشه و همه چی پاک بشه. بعضیا خیلی خوشبینن، میگن تا 100 سال دیگه همه چی پاک میشه، ولی بعضیا میگن نه، اینجا هم مثل چرنوبیل 20,000 سال لازم داره تا پاکسازی بشه. نظرتون رو در این باره بنویسید که یک بحثی بین هممون در بگیره که چرا انسان این کارا رو میکنه.